آواتار، سریالی که خیلی خیلی طرفدار داره. خود من یکی از طرفدارای پرپا قرصشم، احتمال زیاد خیلی از شما هم هستید که عاشق و دیوونه شید. اگرم بعضیاتون هستید که این سریال رو ندیدید، تو رو خدا پاشید برید ببینید. این ویدیو اسپویل داره رفقا، نگید نگفت. و اینکه سلام، خیلی خیلی خوش اومدید. اگر برای اولین باری که به اینجا سر میزنید و دلتون میخواد با دنیای ابر قهرمان ها کاراکترهای مورد علاقتون آشنا بشید، پس جای درستی رو انتخاب کردید و میتونید با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله سایر ویدیوهایی که واسهتون میسازیم از دست ندید. خب رفقا، امروز قراره که با هم دیگه با 10 تا از وحشیانه ترین مبارزاتی که توی آواتار آخرین بادافزار اتفاق افتاده آشنا بشید. پس زیاد معطلتون نمیکنم. اگر آماده اید برو بریم سراغ ویدیوی امروز. Let's go. شماره 10. درسته که آنگ ممکنه عملاً یک جنگجوی معنوی کچل باشه که به دنبال برقراری عدالت در سرزمینه، اما کاتارا اغلب اخلاقیات بیشتری از خودش نشون داده. این آبافزار فوق‌العاده و امیدوار با بزرگترین چالش زندگیش روبرو شده و اونم یک پیرزنیه که یه آبافزاره که توی سرزمین آتیش زندگی میکنه و اسمش هم هاماست. این پیرزن ظاهراً یک سبک خطرناک به اسم خونافزاری داره. کاتارا و تیمش هم مقابلش قرار گرفتن، اما خیلی زود فهمیدن که در حقیقت خونافزاری چقدر میتونه خطرناک باشه. این پیرزن با مهارتایی که حتی پادشاه آتیش هم نداشت میتونست کارهای آنگو خونسا کنه. و اینجا بود که کاتارا مجبور شد از سبک وحشتناک هاما علیه خودش استفاده کنه تا بتونه دوستاش رو نجات بده. توی این مسیر به طور ناخواسته اون تبدیل به شاگرد و جانشین هاما شد و تا زندار اسکورتش کرد و این باعث شد کاتارا یک جنبه تاریک هم پیدا بکنه. و وقتی به دنبال کسایی بود که به مادرش حمله کردن، اون جنبه تاریک خونافزاریش مشخص شد. و در نهایت این قسمت با چهره پر از اشک کاتارا به خاطر نیروی سنگدلانش به پایان میرسه. شماره 9. اولین فصل آواتار سرشار از سورپرایز بود، اما هیچ کدومشون به خوبی هویت روح آبی مرموز نبود. این نینجای متبحر توانایی نفوذ به پایگاه‌های درجه بالای ملت‌های آتش رو داشت و حتی آواتار رو نجات داد و همه رو بدون هیچ کشت و کشتاری فراری داده. اونا آنگ با همدیگه علیه ارتش سرکوبگر و کمانداران جهان ایستادن. البته معلوم شد که روح آبی در واقع همون زوکوئه که تغییر چهره داده بود و همه چیز عوض شد. و اونجا بود که ما دیدیم چقدر میتونه مشارکت این دوتا جالب باشه. و البته زوکو هم خیلی ترسناک به نظر میرسید. زوکو هیچ وقت به عنوان بزرگترین آتش افزار جهان شناخته نشده، اما مهارت‌های شمشیرزنی و حرکات نمایشیش بی‌نظیره. یکی از بزرگترین اشتباهات این سریال هم این بود که استایل و حرکات مبارزه‌ای روح آبی زوکو تا آخر ادامه پیدا نکرد. شماره 8. مدتی طول کشید تا بسیاری از شخصیت‌های آواتار رشد کنند. اول داستان آن یک پسر بچه نابالغ بود، کاتارا یک رئیس کوچولو و ساکا هم یک کوچولو تند و تیز. و تاف هم که بعد از اولین باری که بعد از مسابقات سلطنتی MMA دیدیمش، بعد از اینکه جانسون بقیه خاک افسارا رو شکست داد، به طرز شوکه کننده ای دیدیم که یک دختر کوچولو نابینا با کمترین تلاش اونو شکست داد. اگر این برای ثابت کردن هیبت فوق‌العاده این دختر کافی نیست، باید بگم تاف به یک بار به همه خاک افزارا غلبه کرده. اون با کوچکترین زحمت تک تک اونا رو به فنا داد. آواتار یک عالم شخصیت های فوق‌العاده داره، اما هیچ کدومشون به نظر من به قدرتمندی این دختر نابینا نبودن. شماره 7. هیچ صحنه‌ای به اندازه صحنه تنهایی زوکو کشمکشاش با خشمش رو نشون نمیداد. توی این قسمت پرنس آتش از عموش جدا میشه و از کشورش فرار میکنه و تصمیم میگیره که مسیرش رو به تنهایی ادامه بده. اون یک کلاه لبه‌دار باحال داشت که چشماش رو میپوشوند. وقتی زوکو به گانگسترهای از جنگجوهای پادشاهی زمین که در حال ترور کردن یک روستای کوچیک بودن رسید، با اکراه بهشون نزدیک شد. اولش به نظر مهارت شمشیرزنیش کافی می اومد، اما کم کم اوضاع تغییر کرد و مشخص شد که شمشیر به تنهایی نمیتونه از پس یک خاک افسار بر بیاد. و اینجا بود که زوکو تصمیم گرفت آتیشش رو رها کنه و ذات حقیقیش رو برای تمام روستاییان نمایان کنه. اون پیروز میدون شد، اما نتیجهش این بود که همه کسایی که نجاتشون داده بود حالا ازش متنفر بودن و الان از وقتی که وارد روستا شده بود هم تنها تره. شماره 6.
شروع قسمت‌های آواتار آخرین بادافزار عالی به نظر میاد، اما بیانگر نمایشی که قرار ببینیم نیستن. قسمت‌های اول این سریال ماجراجویی جالبی رو به تصویر می‌کشید و قرار نبود صحنه‌های وحشیانه‌ای که بالاخره توی سریال خواهیم دید و بهمون نشون بده. در قسمت سوم سریال می‌بینیم که زوکو به فرمانده ژائو شرور ملحق شده. در دوئلی هم که توی سریال اتفاق افتاد، موزیک و حرکات نمایشی و قدرت دو طرف مبارزه به ما این اطمینان رو میداد که آخر این دوئل فقط یک نفر که باقی میمونه. با وجود همه صحنه‌های اکشنی که بعد از این ماجرا هم اتفاق افتاده، ولی این صحنه بیش از حد خواسته، چون این اولین و حقیقی‌ترین نمایش و اکشن خشونت آمیزی بوده که توی آواتار میتونستن بهمون نشون بدن. سرانجام زوکو هم دست بالا رو گرفت و ژائو رو شکست داد و این صحنه نشون داد که در اعماق وجود این پرنس شکست خورده امیدی برای رستگاری وجود داره. شماره 5. یکی از حماسی‌ترین جنگ‌هایی که توی آواتار اتفاق افتاده زمانیه که ناوگان ملت آتش سعی داشته که به قبیله آب شمالی غلبه کنه و روح ماه رو نابود کرده و همه آتش افسارا رو تسخیر کنه. محاصره قطب شمال به نظر داشت به نفع ملت آتش پیش می‌رفت، تا اینکه بالاخره آنگ ثابت کرد که یک آواتار و میشه روش حساب کرد. آنگ حالت آواتاریش رو فعال کرد و به عنوان تجسم روح اقیانوس عمل کرد. اون تبدیل به یک هیولای آبی غول‌پیکر شد که توی شهر داد و بیداد را می‌انداخت. آواتار به تنهایی از پس یک ارتش کامل برمی اومد و اینجا بود که ما قدرت‌های واقعی آواتار رو مشاهده کردیم. شماره 4. گروه نیلوفر سفید. این تیم متخصص که شامل بزرگان سراسر جهانه تونستن ملت آتیش رو سرنگون کنن. معروف‌ترین عضوای این گروه هم که احتمالاً یادتونه بومی و آیرو بودن. این گروه سراسر شهر میچرخیدن و هر سربازی که اونجا بوده از خود میکردن. اون صحنه یکی از باحال ترین لحظات این سریاله، به خصوص وقتی که از گذشته غم انگیز آیرو هم با خبر میشه. اون در جریان تسخیر شهر توسط ملت آتیش شکست میخوره و سالهای بعد هم نمیتونه شهر رو از دست ملت آتیش نجات بده. یکی از لحظات غم انگیز دیگه هم که برای آیرو پیش میاد زمان نابود کردن پرچم ملتشه و بعدش هم که برمیگرده به چایخونه‌ای که اونجا رو خونه خودش میدونسته. آره دیگه، کسایی که این سریال رو دیده باشن احتمال زیاد اونا هم مثل من با این صحنه خیلی خیلی حال کردن. شماره 3. داستان کتاب دوم یکم پراکنده تر از فصلهای دیگه است. این قسمت اشرار جدیدی مثل آزولا و تنظیمات جدید مثل ریاست سه و مفاهیم جدید مثل رستگاری احتمالی زوکو رو معرفی میکنه. همه این موضوعات پراکنده و متفاوت تیم مبارزه نهایی به همدیگه پیوند میخورن. اونجا آنگ و کاتارا با آزولا و دایلی روبرو شدن تا رئیسه رو کنترل کنن. به زوکو هم پیشنهاد داده میشه که به آزولا خیانت کنه و به آواتار ملحق بشه، اما اون تماس رو نادیده گرفت و در مقابلشون قرار میگیره. این تغییر منجر به خلق یکی از بزرگترین مقابله های این سریال میشه و کاملا مشخصه که گانگسترها هیچ کدومشون امیدی برای پیروز شدن نداشتن. سرانجام هم آین تصمیم میگیره که حالت آواتاریش رو فعال کنه تا آزولا رو روبراه کنه. این انتخاب یک جورایی یک انتخاب مخرب بود، چون آزولا از پشت به آنگ خنجر زده. همونطوری که اول سریال بهتون گفته شد، اگر آنگ در حالت آواتاریش جونش رو از دست بده، دیگه هیچ آواتاری نیست که جایگزینش بشه. اگر به خاطر آب کاتارا از قطب شمال نبود، امید جهان برای همیشه از بین میرفت. شماره 2. وقتی آنگ مشغول مبارزه با پادشاه فونیکس جدید بود، زوکو گرفتار دوئل با خواهرش یعنی آزولا شد. ما قبلا دوئل این دوتا رو دیده بودیم، اما هیچ کدوم مثل این یکی نبودن. آزولا مثل همیشه با قدرت آتش افزاریش از زوکو برتری پیدا میکرد. این مبارزه مرحله نهایی نبوده، بلکه یک مبارزه معنوی برای آینده ملت آتش بود. آزولا به شدت به خطر افتاده بود، چون هر دوتا دوستش اخیرا بهش خیانت کرده بودن. او بالاخره همه دوستا و خدمتکاراشو تبعید کرد تا اینکه بالاخره با اون حالت روحی وخیمش تنها موند. زوکو هم در نهایت با خودش کنار اومد و با آواتار دوست شد و حتی بهش پیشنهاد داد که خودش به تنهایی آزولا رو ناکار میکنه. اینجوری کاتارا هم در امان میمونه. این باعث شد که کاتارا تبدیل به یک هدف بی‌نقص برای آزولا بشه. اون در مسیرش رد و برق ایجاد کرد تا زوکو بیاد و شجاعانه دختر قبیله آب رو که یک زمانی دشمنش بوده نجات بده. این حرکت دلسوزانه که با حرکت بی‌حرمتانه آزولا ترکیب شده بود باعث شد که آزولا به سمت مبارزه کشیده بشه. وقتی هم که آزولا بی‌پروایانه رفت دنبالش، کاتارا اطرافش رو خوب بررسی کرد و موفق شد یک نقشه هوشمندانه بکشه. اون خودش و آزولا رو توی آب غرق کرد و بعدش باعث شد که آب یخ ببنده و از قدرت آب افزاریش استفاده کرد تا آتش افزار رو بی حرکت کنه. سرانجام هم زوکو پاداش دوستی با کسی که ازش متنفر بود رو دید. این در حالی بود که آزولا به خاطر نفرتی که از همه داشت تنها و دیوونه شده بود. و اما شماره 1.
اوزایی آتش افزار به پادشاهی زمین نگاهی میندازه و لبخند میزنه و بعدش امواج آتش رو به سمت زمین میفرسته که به سراسر قاره هم میرسه. اون میخواست هدف و سرنوشت اجدادش رو طی کنه و در قالب فونیکس به جهان فرمان روایی کنه، اما در واقع همه چیز در چنگ خودش بود. اما یک بچه اون رو متوقف کرده. اون بچه که به تنهایی در مقابل اون ایستاده بود، همون کسیه که در تمام عمرش در پی شکار کردن اون بوده، یعنی آواتار. این مبارزه که مدت‌ها انتظارش رو می‌کشیدن نه تنها نقطه اوج سریال بود، بلکه یکی از بزرگترین صحنه‌های مبارزه‌ای بوده که آدم خوبه داستان در مقابل آدم بده داستان قرار می‌گیره. یه بارم به سر آواتار زد که جون آزای رو بگیره، اما آواتارهای گذشته علاقه نداشته که بهش کمک کنن. تقریبا همشون به آن گفته بودن آتش افزار رو بفرسته بیرون. بنابراین اصلا جای تعجب نیست که بهتون بگم آواتار دیگه تقریبا داشت سر آزای رو از تنش جدا می‌کرد. اما ثانیه آخر آواتار همه رو شوکه کرد و از حالت آواتاریش خارج شد و تصمیم گرفت که به روش خودش به همه ماجراها پایان بده. آنگ در سراسر سریال به درایت آواتارهای گذشته احتیاج داشت، اما این بار آواتارهای گذشته به هوش و درایت آنگ نیاز داشتن. اون خودش رو به عنوان آواتار پذیرفت و دائما قدرت آتش افزاری آزایی رو خونسا می‌کرد. این حرکت هم یک جور شکست نهایی برای آتش افزارهای جهان بود و همچنین نشون دهندگی انسانیت دلسوزترین آواتار دنیا. خب رفقا، این بود از 10 تا از مهمترین و وحشیانه ترین جنگ های آواتار. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. ما در آینده بازم از آواتار براتون ویدیو میسازیم و اگر پیشنهادی انتقادی چیزی داشتید حتما اون رو برامون توی کامنت ها بنویسید. دمتون گرم که تا اینجا همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و سابسکرایبتون و معرفی ما به دوستاتون ازمون حمایت کنید. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.